فضایی است. آیا فضای مطلوب این فضا نیست که کامران دانشجو وزیر علوم آقای احمدی نژاد بیان می کند؟ استادان دانشگاه باید نقش افسران جنگ نرم را داشته باشند در پروژه دانشگاه دولتی. غیرت دینی، فرهنگ بسیجی و دغدغه دین را داشته باشند. عاشق شهادت و در خور لیاقت اعتماد مقام معظم رهبری باشند. اگر علمشان با نظر ولی فقیه همسان نبود، دومی را انتخاب کنند. این نظر مقام معظم رهبری رو، ولایت رو. به نقل از خبرگزاری ایسنا 10 شهریور 89 و خبرگزاری مهر 6 شهریور 89. پس فضای مطلوب ایشون این فضاست. درسته؟ کاملا درسته. اینها تمامی این جناحایی که در رأس قدرت ایران هستن، افراد کور ذهن، افراد واقعا رجعتگرا به گذشته های دور و در واقع تحمیق و نادانی مردم رو اینها در پیش هستن و بنابراین از به اصطلاح دانشگاه اینها چی میخوان؟ اینها میخوان در واقع سربازان به قول خودشون امام زمان در اینجا توسعه پیدا کنن و تربیت بشن. یعنی چی؟ یعنی افرادی از درون دانشگاه بیان بیرون که افرادی باشن کاملا سرسپرده ایدئولوژیک اینها، یعنی همون مدلی که اینها در حوزه قم دارند رو در دانشگاه میخوان در واقع مستولی بکنن. یعنی شما اینجا یک جدال معینی رو میبینی، حوزه بیان در واقع اسلام، حوزه بیان 1400 سال پیش، حوزه بیان آخوندیز در ایران و دانشگاه به لحاظ تاریخش و به لحاظ منطقش بیانگر روشنگری، بیانگر بازندیشی، بیانگر انتقاد و بیانگر مجموعه دانش‌های جدید. این تناقض چجوری باید اینا حل بکنن؟ دانشگاه بر اساس منطق خودش حتی علارغم فشارهای اینا روش کرد، یعنی افراد دانشجوان دانشی خیلی بسته وارد سیستم میشه و تبدیل میشه به دانش باز. افرادی که وارد این مطرح میشن، یعنی شما در نظر بگیرید یک دانشجویی که میره در دانشگاه، دانشگاهی که استادانش راجب اقتصاد امروز صحبت میکنن، راجب تئوری های مختلف جامعه شناسی صحبت میکنن، راجب تئوری های علوم سیاسی صحبت میکنن، بعد از مدتی اونهایی که به هر حال یک میزانی صداقت دارن و در جستجوی دانش هستن به هر حال فکر میکنه و این نگاه اولیه یک دوگماتیستی و بسش فرو میریزه و اینها نمیتونن این مسئله رو ببندن و به این ترتیب هستش که خاص اینا در واقع تبدیل دانشگاه به حوزه هستش و در واقع بیان خصومت اینها هستش با هر گونه نگاه نقد و روشنگری. و خوشبختانه تا به حال علارغم خسارت‌های بسیار بسیار سنگینی که جامعه دانشجوی ایران، جامعه روشنفکری ایران و جامعه‌ای که استادان ایران درش زندگی کردن دادن به لحاظ دستگیری‌ها، خشونت‌ها و در واقع شهادت‌هایی که صورت گرفته، علارغم این دینامیز رو هنوز که هنوز رژیم نتونسته خفه بکنه و به همین خاطر هستش که تو دوره جدید اینها تهاجم جدیدی رو سازماندهی کردن. این تجربه تضاد اساسی با دانشگاه آیا ویژه نظام‌های توتالیتره؟ آیا در قرن اخیر نظام‌های توتالیتر، نظام‌های ایدئولوژی‌گرا در کشورهای دیگر به این شکل با دانشگاه برخورد کردن؟ تمامی رژیم‌های در واقع توتالیتر یا به هر حال تمامگرا، تمامیت‌خواه، اینها نسبت به جامعه پیوسته متکی بودن بر یک ایدئولوژی به اصطلاح استبدادی و متکی بودن بر اینکه ما باید انقلاب فرهنگی بکنیم و در ارتباط با محیط دانشگاهی هم زمینه پیوسته تلقیش میکردن که زمینه به کار گرفتن تئوری های خودشون باشه. شما اگه به شکل خیلی سریع نگاه بکنید، استالینیزم چه میخواست؟
استالینیست میگفتش که بر اساس طبقه برتر، ایدولوژی برتر، ماتریالیزم در واقع تاریخی و جامعه من و قدرت من جامعه بهتر و قدرت برتر هستش و به نام یک طبقه محروم بروکرات هایی که در رأس قدرت بودن میگفتن فقط و فقط ایدولوژی من و تمامی مخالفین خودشون رو در واقع بیمارستان های روانی در سیبری میبردن و یا در واقع سیستم ایدولوژی که از طریق رادیو و دستگاه های روزنامه ها و سیستم های حزبی که داشتن همه جا پخش میکردن و دانشگاه های در واقع روسیه هم در زمان استالین و یا بعدش تجلی این تمام خواهی بودش و نگاهی که به اصطلاح آموزش داده میشد فقط یک نگاه بود، اون هم نگاه حزب در واقع ماتریالیزم دیالکتیک و تاریخی که حزب کمونیست روسیه مورد نظرش بود. اگر شما نگاه بکنید به توتالیتاریسم یا به اصطلاح نازیسم، در واقع نازیسم هیتلر، اون هم در واقع بر اساس ایدولوژی برتری نژاد، نژاد آریایی ها و جرمن ها نسبت به نژاد های دیگه و به خصوص در این زمینه نیروی خیلی قهاری را اینا به کار گرفته بودن علیه یهودی ها که اینها در واقع به عنوان پارازیت ها و افراد فاسد در جامعه هستند و اینها در واقع بیان ناپاکی در این جامعه هستند و آنچه که پاکستش ایدولوژی در واقع پیشوا هستش، ایدولوژی نازیست هستش که این ایدولوژی نازیست شما رو در واقع مسئول میکنه نسبت به ایدولوژی چپ، ایدولوژی کمونیستی و نسبت به افرادی که پارازیت هستن در این جامعه و نگاه های تبلیغاتی که اینها در کل جامعه و در محیط های مربوطه به جوانان در واقع روش میدادن این بود که پیوسته به جوانان رو اینطوری میگفتن. یعنی هیتلر میگفتش که توجه داشته باشید، در کتاب خودش نبرد من میگفت توجه داشته باشید که مسئله پروپاگان یک مسئله بسیار بسیار اساسی هستش، یک ایده رو بگیرید و رون ایده آنقدر بکوبید که ذهنیت ها رو متوجه خودش میکنید و رفتار انسان ها رو تابع اون میکنید و در این زمینه باز تاکید میکنه که در ارتباط با نسل جدید ما باید تلاش بکنیم که در واقع اینها نسلی هستش که افراد جدید رو با خودش تولید خواهد کرد، انسان جدید رو با خودش تولید خواهد کردش. بنابراین توجه اونها هم باز به این بود که چجوری به مسئله نسل جدید و جوان ها و بناگزی به امر دانشگاه از اون نظر توتالیتاریستی و ایدولوژی نازیستی خودشون نگاه بکنه، افراد رو تابع سیستم خودشون میکنن. و آخرین تجربه جهانی، یکی البته آخری نه البته، یکی از تجربه دیگه هم که نگاه بکنی ماجرای ماویست و انقلاب فرهنگی بود. انقلاب فرهنگی چی بود؟ انقلاب فرهنگی در واقع گسترش بیشتر ایدولوژی ماویستی و گاردهای سرخ علیه کی؟ علیه مخالفین خودشون در سیستم حزبی و همچنین علیه روشنفکران، علیه نویسندگان، علیه افراد متشخصی که در این جامعه تولید کننده فکر بودن. اینها رو میگرفتن، سرشون رو میزدن، در میدانها میگردوندن، افراد دست بسته این ور اون ور حرکت میدادن که تبلیغات بکنن برای اینکه بیان که ما پیروز شدیم به لحاظ ایدولوژی خودمون. و بنابراین سیستمی که در ایران هستش هم باز در همین ردیف هستش، یعنی این سیستم ایدولوژیکی در جستجوی این هستش که مسئله دانشان یک همیشه یک بخش حساس جامعه بودن، گروهی بودن که نسبت به بی‌عدالتی ها، نسبت به مسائل دموکراسی در یک جامعه پیوسته در کل جهان در جاهای مختلف همیشه دانشان یک نقش برجسته و فعالی در واقع داشتن و رژیم هم میدونه که با گسترش امر دانش، با گسترش این شبکه جهانی تکنولوژی های جدید، دانشجویان ایران به ناگزیر رشد کردن و هم اینا به سمت به سوی فکرهای جدید و روابط جدید تمایلن. بنابراین هدف حکومت اسلامی در بعد ایدولوژیکی و فرهنگی خودش در ضمن به زیر کشوندن مجموعه نیروی جوان هستش، ولیکن خوشبختانه به نظر من تا حدود زیادی این نظریه شکست خورده و همونطور که باز دقت کردی دوران اخیر مطرح کردن که یه بخش مهمی از به اصطلاح طلاب وارد مدارس بشن، اینها در واقع بسیجا وارد مدارس بشن، افراد که در واقع تمام سیستم ایدئولوژیک اینها رو بیان میکنه که یک نیروی مهیب سرکوب کننده رو وارد سیستم مدارس بکنن و از سوی دیگه همونطور که باز خودتونم شاهد بودین و شنیدید
یه بخش مهمی از به اصطلاح اساتید دانشگاهی رو اینها تو این دوره اخیر مجددا از دانشگاه ها اخراج کردند. بله. گفتمان احمد فردیت یک نوع گفتمان فاشیستی است که اسلامگرایان با قرائت فاشیستی از گفتمانشون بسیار بهره بردند. در حلقه دانشگاه علم و صنعت و بعدن هم در میان دانشجویان پیرو خط امام و با در اختیار داشتن نیروهای شبه نظامی مثل کمیته ها، مثل نیروهای حزب اللهی، اینا وارد دانشگاه ها شدند. اینا دانشگاه رو به عنوان کانون و پایگاه اصلی روشنفکری و دانشجو به عنوان کسی که مصرف کننده گفتمان روشنفکری است و پخش کننده گفتمان روشنفکری است نشانه گرفتند و این نشانهشون 30 سال تداوم داره و تخریبش هر روز از روز دیگر بیشتر میشه. کاملا درسته حرفی که شما میزنید، کاملا درسته و من اتفاقا یه چند کلمه رو یادداشت کرده بودم. آقای محمد تقی مصباح یزدی در همین زمینه میگه که بسیار از کسانی که در فتنه ها نقش کلیدی داشتند از تربیت شدگان همین اساتید فاسد دانشکده های حقوقی و علوم سیاسی بودند و یا مثلا در آقای حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته اکثر منابع درسی علوم انسانی در دانشگاه های ما ترجمه غربی هاست و این یعنی که با هزینه های جمهوری اسلامی فارغ التحصیلان سکولار تحویل جامعه میدهیم. یعنی همین درد اینها رشد سکولاریسم در جامعه هستش، درد اینها تحولات فرهنگی دانشجویان هستش، درد اینها این هستش که علارغم این حرکت اهریمنی تبلیغاتی و پول کلانی که از ثروتهای این سرزمین به کار میبرن برای حفظ بقای خودشون، علارغم مجموعه این تلاش های ایدولوژیک و اسلامی کردن سیستم ها، متوجه باز این میشن که دانشجو به سمت سکولاریز روی میاره. یعنی دانشجو رو نمیتونن اینها در چارچوب در واقع ایدولوژی اسلامی گذشته خودشون نگه دارن و بنابراین اینها رو به انسان های تابع. هدف اینها چیه؟ اینکه آدم هایی از این سیستم به وجود بیاد که اینها تابع داغون شده و در واقع اسیر ایدولوژی که اینها باشن. اونها آدم های در به اسارت کشیده رو میخوان، اونها آدم هایی رو نمیخوان که عصیان زده باشن نسبت به بی‌عدالتی ها، اینها دانشجویان رو نمیخوان که در واقع آگاهی داشته باشن نسبت به آنچه که امروز در جهان میگذره، نسبت به مسئله دموکراسی، تکنولوژی های جدید، حقوق بشر، آزادی زن و مرد و غیر و ذلک. و بنابراین چیزی که